الو، السلام عليكم. ايه محسن، كيفك؟ ايه انا حسن من لبنان. ايه انا ان شاء الله اليوم جاي على ايران. سلام حسن حبيبي، كيفك؟ أهلا وسهلا فيك بإيران. لا ما اتفقنا هيك، لازم تحكي معي فارسي من أول وصولي على إيران. طيب سلام، حال شما چطور است؟ به إيران خوش آمدید. آسمان می آید. طيب شو بدنا نطلب؟ بدنا نطلب أكل. طيب نطلب أكل بالفارسي شو بتصير؟ سفارش غذا. سفارش غذا، مثلا چلو خورشت قرمه سبزی. چلو یعنی برنج پخته شده و قرمه سبزی. چلو خورشت قرمه سبزی، چلو خورشت قیمه، چلو خورشت فسنجان، خورشت کرفس، بله، چلو کباب کوبیده، چلو کباب برگ و جوجه کباب. سلام، چه میل دارید؟ سلام. سلام، یلا اطلب الاکل. انت ببخشید، یک خورشت قرمه سبزی و برای دوستم یک خورشت قیمه. ببخشید، خورشت قرمه سبزی و قیمه تمام شده است. تمام شده است؟ یعنی چه؟ یعنی خالصین. طیب یک خورشت فسنجان و یک خورشت کرفس. خورشت فسنجان و کرفس هم تمام شده است. یک چلو کباب برگ و یک جوجه کباب. جوجه و برگ هم تمام شده است. تمام شده؟ بله تمام شده است. طیب شانت کن اکل. پس چه غذایی دارید؟ بله پس چه غذایی دارید؟ نان داغ، کباب داغ. نان داغ، کباب داغ. طيب جيب لنا اثنين. لطفا دو پرس بیاورید. بله لطفا دو پرس بیاورید. دو پرس. چشم میآورم. ببخشید، ماست، دوغ، نوشابه، سبزی خوردن، ترشی. دو تا ماست، سبزی خوردن و دوغ. ببخشید، تخت وایت بورد هم برایتون بیاورم؟ بله. شو بس هون کمان.
این مهم نیست، مهم این است که تو من فارسی یاد بگیرم. طيب شوف بدي لك شغله. عادتا ما منقول من این را میخواهم، منقول یک پرس چلو کباب، او مثلا یک پرس فلان. طيب لطفا یک پرس چلو کباب و یک پرس چلو خورشت قرمه سبزی و یک پرس چلو خورشت قیمه. بله قربان، امر دیگری ندارید؟ یعنی عندک امر تانی؟ نه خیلی ممنون. های گارسون، بله قربان، من جوجه کباب سفارش داده بودم، اما برای من کباب کوبیده آوردن. شما جوجه کباب سفارش دادید اما برای شما کباب کوبیده آوردن؟ بله، من کباب کوبیده دوست ندارم. شما کباب کوبیده دوست ندارید؟ گفتم من کباب کوبیده دوست ندارم. شما چه غذایی سفارش دادید؟ گفتم که من جوجه کباب خواستم. شما جوجه کباب خواستید؟ خیلی عجیبه. بله خیلی عجیبه. عجیب؟ یعنی چه؟ یعنی عجیب. عجیب. بله خیلی عجیبه. شما چند پرس غذا سفارش دادید؟ خب یک پرس. یک پرس با مخلفات؟ بله، یک پرس با ماست، سالاد، سبزی خوردن و ترشی. شما ترشی دوست دارید؟ بله، ترشی دوست دارم. شما دوغ دوست ندارید؟ نه، من دوغ دوست ندارم. شما چند کیلو هستید؟ من 100 کیلو هستم. وزن شما زیاد است. وزن؟ یعنی چه؟ یعنی وزن. 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 من به شما توصیه میکنم که وزن خودتان را کم کنید. چشم آقای دکتر. شما صبحانه را تنها بخورید، نهار را با دوستانتان بخورید و شام اصلا نخورید. همین آقای دکتر؟ بله همین. این دستور غذایی را تا 6 ماه انجام دهید و بعد از 6 ماه بیایید من شما را ملاقات کنم. چشم آقای دکتر، خیلی ممنون. خدا حافظ شما. خدا حافظ. لطفاً به یک وله توجه کنید. سلام، بفرمایید چی میل دارید؟ یک پرس چلو خورشت قیمه برای پدر و یک پرس زرشک پلو با مرغ برای مادر، 2 پرس سبزی پلو با ماهی برای من و خانومم و 1 پرس ماکارونی برای پسرم. سوپ میل ندارید؟ شما سوپ میخورید؟ نه، من سوپ دوست ندارم. من هم نمیخورم. من میخورم. پس فقط 1 سوپ بیاورم؟ من سفارش غذا میدهم. تو سفارش غذا میدهی. او سفارش غذا میدهد. ما سفارش غذا میدهیم. شما سفارش غذا میدهید. آنها سفارش غذا میدهند.
هیه وصلنا. اینجا تلکابین است. تلکابین؟ اینجا تلکابین است. یعنی تلفریک. بیلا خیلی نفید. لك المنظر، لك العالم، لك بس كتير عالي كمان. خليك لك اهلي بالتلج. لك شوفي شو صار. ايه حسن، حسن تمام. وين احنا؟ ما کجا هستیم؟ ما در برج میلاد هستیم. برج میلاد؟ ما کنا هلا بالتلفریک. این مهم نیست. مهم اینه که من فارسی یاد بگیرم. بس کی فایده؟ برای یعنی چه؟ برای این که، چون که، به خاطر این که، به دلیل این که، یعنی لأن. آها، برای این که، به خاطر این که، چون که، به دلیل این که. آها، معنی هون لئن. برای پاسخ به سوالاتی که با چرا پرسیده می شوند. حال بیجو جواب چرا من جواب علی اون هایده طلع بالمدینه. کیف کتبتن هون هون؟ هلا فيك تسألون انو ليش نحن هون؟ چرا شما به ایران آمدید؟ برای اینکه زبان فارسی را یاد بگیرم. چون که زبان فارسی را یاد بگیرم. به خاطر اینکه زبان فارسی را یاد بگیرم. به دلیل اینکه زبان فارسی را یاد بگیرم. شما چرا به کوه آمدید؟ کوه نه، برج میلاد. برج میلاد. شما چرا به برج میلاد آمدید؟ طلع به هون. سلام. یلا هلا فکر تسألو. شما چند ساعت در کوه هستید؟ ما چند ساعت است که در کوه هستیم؟ 5 ساعت، از ساعت 8 صبح تا 1 بعد از ظهر. بله، از ساعت 8 صبح تا 1 بعد از ظهر 5 ساعت است که در کوه هستیم. ما 6 ساعت است که در برج میلاد هستیم. آفرین. ساعت چند به کوه آمدید؟ ساعت 7 صبح. چرا به کوه آمدید؟ برای بازی کردن. به خاطر تفریح کردن. چون ورزش کنیم. چرا به رستوران رفتید؟ برای غذا خوردن. چون که گرسنه بودیم. چرا غذای کباب کوبیده خوردید؟ چون این غذا را دوست داشتیم. برای اینکه کباب دوست دارم. هوا چطور است؟ هوا خوب است. شما چقدر پیاده روی کردید؟ پیاده روی یعنی المشی.
خیلی زیاد. زیاد پیاده روی کردی. من زیاد غذا خوردم. من کم غذا خوردم. من یک پرس غذا خوردم. چه کسی برای شما غذا آورد؟ گارسون. شما چه وقت به برج میلاد آمدید؟ ما ساعت 7 صبح آمدیم. اینجا کجا است؟ اینجا برج میلاد است. شما چه خودرویی دارید؟ سمند. ما سمند داریم. شما کجا زندگی میکنید؟ من در لبنان زندگی میکنم. من در تهران زندگی میکنم. شما دوست محسن هستید؟ بله، من دوست محسن هستم. شما دوست محسن هستید؟ بله، من دوست محسن هستم. شما کجا می روید؟ ما به خانه محسن می رویم. ما به خانه خودمان می رویم. شما چه کاره هستید؟ یا شغل شما چیست؟ من دانشجو هستم. من مهندس برق هستم. من دانشجو هستم. من حسابدار هستم. حسن، لک حسن، لک فیق یا حسن. ما کجا هستیم؟ ما در برج میلاد بودیم، الان میخواهیم به خانه برویم. برج میلاد؟ کوه؟ آنها کجا رفتند؟ آنها؟ ظاهر انك انت عم تحلم حبيبي. انت كتير تعبت، لازم تروح وتستريح. يلا خلنا نروح. بس ما قلت لي هديك العائلة وين راحت؟ الجهات في الفارسية والعربية من الكلمات المهمة التي نستخدمها في حديثنا اليومي، يعني كل يوم نستخدم هذه الكلمات بكثر كثير. فمثلا بالعربية نقول فوق، تحت، وراء، أمام، يمين، يسار، هذه هي الجهات. وهل في الفارسية نستخدم هذه الكلمات كالأسلوب العربي؟ نعم. فكلمات مثل بالا، پایین، جلو، عقب، زیر، رو، کنار، بیرون، درون، او داخل، هذه هي التي نسميها بالجهات. الآن نريد أن نمارس هذه الكلمات. مثلا نقول الورقة فوق الطاولة. الورقة فوق الطاولة، ماذا نقول بالفارسية؟ الأخت مريم هي طالبة نشيطة، تجيب عن هذا السؤال. برگه روی میز است. نعم، برگه روی میز است، ورقه روی میز است. و ننتقل الى اخت نادیه. الاخت نادیه، هل يمكنك ان تذكري هذه الكلمه، هذه الجمله بالفارسيه؟ دانش آموز جلو، لا، پشت میز است. دانش آموز پشت میز است. الطالبه وراء المنضده. نعم صحيح، دانش آموز پشت میز است. او نقول السماء فوق رؤوسنا. السماء فوق رؤوسنا، فمعادل كلمة فوق في الفارسية ماذا؟ بالاي. بالاي، بالاي سرماس، آسمان بالاي سرماس. او نقول تحت، مثلا نقول گربه زیر میز است، فكلمة زیر بمعنى تحت. فهل يمكنك يا أخ سعيد أن تذكر لنا جملة مع كلمة بيرون؟ دستم الآن بيرون جيب است. لا، جملتك غير صحيحة. نقول دست من، مثلا إذا أدخلت يدي في جيبي، إذا أدخلت يدي في جيبي، فغير صحيح أن نقول دستم بيرون جيب است. بيرون بمعنى خارج، لكن إذا أدخلنا اليد في الجيب فالصحيح أن نقول دستم داخل يا درون أو درون. جيب بمعنى جيب في العربية، نفس الكلمة. فكلمات مثل داخل بمعنى نفس الكلمة في العربية، أو درون، بيرون بمعنى خارج، هذه هي
تسمى الجهات ومنها اليمين واليسار. مثلا أنا أكتب باليمين يعني اليد اليمنى، أو أنا أخذ الورقة باليسار يعني باليد اليسرى. فاليمين بمعنى في الفارسية راست، واليسار بالفارسية بمعنى شاب. فمثلا نقول هذا واقف يميني وهذا واقف يساري، إن در سمت راست من استاده، این در سمت چپ من استاده. فکلمت راست معادل یمین و کلمت چپ معادل یسار. هناك سؤال، كيف يمكن ان نستخدم ظروف الزمان في العربيه بنفس المعنى في الفارسيه؟ فالكلمات التي تدل على ظرف الزمان في الفارسيه نسميها قيد، نقول قيد زمان يعني ظرف الزمان. وكلمات كثيره في الفارسيه تدل على هذا المعنى، فمثلا كلمه اكنون بمعنى الان، نقول الآن الجو حار، أكنون هوا جارمست. أو نقول قبل الآن أو سابقا في العربية. في الفارسية نقول بيشاز إن باران باريد، قبل الآن قد أمطرت السماء، قد أمطرت السماء. فكلمة بيشاز إن يعني قبل الآن. أو نقول بعد ذلك بساز آن، كتبت درسي وبعد ذلك ذهبت إلى الجامعة، درسم را نوشتم و پس از آن به دانشگاه رفتم، یعنی الوقت الذي يأتي بعده. ومن هذه الظروف مشتركة بين الفارسية والعربية، فمثلا كلمة قبلا أو بعدا بمعنى قبل أن أو بمعنى بعد أن. فمثلا أحد يسألني يقول هل رأيته سابقا؟ آیا قبلا او را دیده ای؟ هل رأيته سابقا؟ يعني هل رأيته من قبل؟ پیش از این او قبلا. بعدن، فمثلا يسألني احد يقول هذه الليله تتصل بهاتفيا؟ امشب با من تماس میگیری؟ هل هذه الليله تتصل بهاتفيا؟ انا اقول ساتصل بك فيما بعد، ساتصل بك فيما بعد، بعدن با تو تماس میگیرم، بعدن. فكلمه قبلا او بعدا في الفارسيه نفس معنى فيما قبل او فيما بعد. وهناك الكلمتان أخريتان مثل كلمة در گذشته فيما سبق، در آینده في المستقبل. مثلا دائما أنتم تلاحظون أني أقول سأشرح هذا الموضوع في المستقبل، سأشرح هذا الموضوع في المستقبل. من این مطلب را در آینده توضیح خواهم داد. أو شرحته فيما سبق، شرحته فيما سبق، در گذشته. در گذشته ظرف الزمان الخاص بالماضي، وفي المستقبل او در آینده ظرف زمان المتعلق بالمستقبل. هذان الاسلوبان للاداء لمعنى ظرف الزمان. طيب استادن رو صرف میکنم. استادم، استادی، استاد، استادیم، استادید، استادند. آفرین. ليه؟ لحظة ذكرت هول كانوا بالتلفريك، وين راحوا هاي العائلة اللي كانت موجودة؟ أي عائلة؟ اللي كانوا بالتلفريك. ظاهر إنه تعبت كثير اليوم. ارتاحي منيح كثير الليلة، عبكرة الصبح إن شاء الله بتصير أحسن. طيب أوكي، بس قل لي لحظة، إيوه، قل لي بس وين راحت العائلة وبعدين